امشب دختری میمیرم رنگ غم میگیرم نالا هم با گریزم چون گرد از میان برخیزم سوزاد از تب چه گویم یارم به تهری که مادر ندارم به سوزاد آدم که هرگز جز غم شرابی به سادر شنیدم این را که عرش علا زشگ یتیمان بلرزد گردون بسوزد دنیا من با استاد صحبت کردم خب چی گفت؟ گفت میبینم مطمئن باش حتما قبول میشه آها ای بچا بیا شما اشتباه کردید بلاک کنید ممکنه اون عینک سیاهو به چشمتون بزنین درست نگاش کنید این همونه والا نمیدونم من قیافشو از دور دیدم من که یه دفعه گفتم چیپور نیستم من یه دانشجو هم میتونین تلفن بزنین و بپرسین من داشتم تو خیابون خیلی خوب تو چی؟ والا نمیدونم ممکنم ببینین جناب سروان من نویسنده مجله زن روس هستم در ضمن دانشگاه هم میرم من داشتم میرفتم سر کلاسم یهو دیدم عده دنبال یه نفر افتادن و داد میزنن آهای دوست آهای دوست منم دنبال دوسته کردم توی یه خیابون فرعی رفیقش با موتور اومد گرو رو سوار کرد و رفت منم نتونستم بگیرمش من موتورسیکلتی ندیدم تو چطور؟ والا ما هم چیزی ندیدیم برای اینکه ماها خیلی عقب بودین قبل از اینکه شما موتوری رو ببینین یارو زد به چاک ما نتونستیم پیداش کنیم رفته بود کی اونه دید؟ من از دور دیدمش مثل اینکه یه دانشجو بود شما بفرمایید تو اون اتاق آقا راهنمایی کنید بفرمایید
شما هم بفرمایید تو راه. بنده چشم. اصلا اوه معذرت میخوام. ببخشید نه. دست کسی بیفته. امروز که این یاد داشته رو می نویسم 19 سال زندگی من شروع میشه. بابام واقعا عاشق اونه، اونو دیوونه وار دوست داره، ولی به من خیلی کاش من به بابام نزدیکتر بودم و می تونستم حرفامو بهش بزنم. پسرعموی بابام گاه و بیگاه به منزل ما میاد. اون تازه از خارج اومده. پسر خیلی خوبی. من ازش خوشم میاد. راستی ممکنه یه روز من بهش... آه چه فکرم. 25 شهریور. آه من عاشق شدم. حتما اونم منو دوست داره. حتما. چندین بار بهم گفته پروین تو خیلی خوشگلی. 15 مهر. بالاخره ما با هم نامزد شدیم. آه من به هیجان اومدم. تو قلبم طوفانی به پا شده. چه دنیای خوب و قشنگ. ای خدای من همه چیزو از دست دادم. داشتیم راجع به عروسی تو حرف میزدیم. آره خب بشین. نه خستم، نمیدونم چرا خوابم نمیومد. اون شب هر سه از سینما به خونه برگشتیم. خسرو بعد از رسوندن ما خداحافظی کرد و رفت. بابام 2 روز بود که به مسافرت رفته بود. بس فیروزه خواهش کرده بود شبا خونه ما بمونه که من تنها نباشم. یه دفعه تو راه رو صدای پایی شنیدم. وای چه شب وحشتناکی.
میخواستم از ته دل فریاد بکشم، اما صدایی در نمی اومد. میترسم پدر بیچارم دیوونه بشه. کجا برم؟ اگه بابام بفهمه، وای حتما اونا رو میکشه. بیست و شیش آبان، من دیگه نمیتونم تو این خونه زندگی کنم. یقین دارم پدرم هر دوشون رو میکشه و زندونی میشه. به این ترتیب همه چیزش رو از دست میده. نه نه، اون نباید چیزی از این ماجرا بفهمه. ولی فکر میکنم دیر یا زود مجبور بشم اسرار اونا رو فاش کنم. برای همین تصمیم گرفتم خودمو بکشم. این کتابچه رو آتیش میزنم و خودمو از این زندگی خلاص میکنم. این داستان حقیقت داره. مردم داستان حقیقی میخوان، در حالی که داره اتفاق میفته. به زندگیشون نزدیکتره. یه نویسنده، جیببر، کلانتری، پاسبان، یه دختری که از زندگی سیر شده و میخواد خودکشی بکنه. از این داستان بهتر چی؟ ما میتونیم به داستانمون این عنوانو بدیم. با تیتر درش بنویسیم: امشب دختری میمیرد. از کجا معلوم که دختر خودشو بکشه؟ ممکنه همه اینا خیال بافی باشه. به نظر من دخترها برای چیزای کم اهمیت‌تر از اینا زندگیشون رو به خطر میندازن. من مطمئنم که این دختره خودکشی میکنه. من خودم قرصای لومینال رو تو کیفش دیدم. این دلیل کافی نیست. به حال مجله ما که فرقی نمیکنه. اگه خودشو کشت، ما داستان یه خودکشی رو داریم. و اگه تونستیم پیداش کنیم و جلوی خودکشیشو بگیریم، برای اولین بار این مجله از خودکشی دختری جلوگیری کرد. دانشجوه، من پیداش میکنم. بسیار خوب. چی فکر میکنی؟ ممکنه اقراق کرده باشه، ولی چیزی که مهمه تصمیم خودکشی رو داره. مریضای اینطوری خیلی داریم. موضوع جالب اینجاست که عوامل مختلفی باعث این تصمیم شده. مثلا با کشتن خودش میخواد پدرش رو مجازات کنه. بقیده تو؟ این دختر خودشه؟ نمیدونم، به این سوال نمیشه جواب داد. ببینم، تو کلاس های تو دختری با این مشخصات نیست؟ نه. میتونی از همکارای دیگه سوال بکنی؟ آره، اشکالی نداره. قیافش یادت نیست؟ من اصلا ندیدمش. حالا میخوای چی کار بکنی؟ ببینم، تو اگه اون دختره رو که کیفشو زدن ببینی میشناسی؟ نه، فکر نمی‌کنم. بهت میگم یا نه؟ والا ممکنه. امروز اینجا ندیدیش؟ هنوز دانشگاه که تعطیل شد من برمیگردم. اگه دیدیش خبرم کن. پاکت بیمزه. یا حفظ بازی ها چه والا دمره؟ ما حدود 500 تا شاگرد داریم که اسم اول اونا پروینه. بدون اسم فامیلش نمیتونیم پیداش کنیم. شما برای چی میخواییم؟ والا یه موضوع خصوصیه. اگه موضوع خصوصیه که ما اصلا اجازه نداریم اطلاعاتی در اختیار شما بذاریم. متشکرم. بله، بله، اطلاعات دانشگاه. خانم و آقای استر، ادرم یک کمی دیده ایشش بجام آقا، بجام. بفرم بالا خانم، بفرم بالا. بله خانم.
خیلی معذرت میخوام تای کفتون باز شده. از صبح تا شب مسافر ما رو میخوام. خیلی ممنون آقای کمک‌دار. سینمای کاپری نبود؟ نه. بفرمایید. الان پیاده میشم شما بفرمایید. بابا جا چسب میشینی. این شبیه کتابچه منه. یعنی ممکنه؟ خدایا یه دفعه دیگه دفترچه رو بیرون بیاره. از کجا معلوم مال من باشه؟ نه مال اون نیست. اگه بود تشخیص میداد. پرسیدن که ضرر نداره، اما چطوری ازش بپرسم؟ همینجا نگه داری. آه لطفا همینجا نگه داری. خواهش میکنم. خانم اینجا کیست؟ کنید نه میدونم ازتون خواهش میکنم این دفعه استثنان همینجا نگه داری. استثنان. آره همینجا. خیلی متشکرم. مرسی. عجب گرفتاری شد خانم. همایون قرص لومینال مطمئن اینجا بردنش. دکتر تمام دست بله بله آقا حتما خدا حافظ. سلام خانم. سلام آقا. ممکنه بگین دختری که دو ساعت پیش خودکشی کرده اتاقش کجاست؟ اتاق شماره 513. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. وای چه خاکی بذارم جان. خودشه. چه بلایی سر بچم آوردی که اون خودشو کشت. من تو رو به دست پلیس میدم. من اصلا دختر شما رو نمیشناسم. عوضی گرفتی. تو دروغ میگی. من خودم زده فیلم عقب خارم افتادی. با این دوتا چشم دیدم. تو دروغ میگی. شما اشتباه میکنین. عوضی گرفتی. محبت میخواهیتی. ای دروغگو. خدا انشالله به زمین گرمت بزنه. اگه بردبینه نمیشتی و بعد اینجا چی کار کنی؟ میکسمه. حالا چه این حرفا کنی؟ بلم کن. من که دیگه لازم نیست باشم. چرا؟ وقتی یه مجله میخواد از شخصی رپورتاج تهیه کنه بهتره تمام خانواده جمع باشن. من که هنوز جزو خانواده شما نیستم. به زودی میشی. اول عروسی بچه ها یعنی خسرو و پروین، بعد هم بزرگترم. چه موقع برای تهیه رپورتاج میاد؟ قراره تلفن بزنم. راستی پروین کجاست؟ تو اتاقشه. مگه غذا نمیخوره؟ من صداش کردم. ببخشید. امروز روز آخره. به من کمک کن. پروین؟ بله پدر. چی شده؟ مگه غذا نمیخوری؟ نه اشتها ندارم. بالاخره یه چیزی باید بخوری. شکم خالی که نمیتونی بری دانشگاه. آخه گرسنه نیستم. چند تا امتحان دیگه مونده؟ یکی. امروز ساعت 4. خب دیگه امروز روز آخرشه. باید خوشحال باشی. بابا جون من تو رو خیلی دوست دارم. نمیدونم عروسی رو اینجا بگیریم یا توی باشگاه. تو بهترین پدر دنیا هستی. به نظر من و فیروزه خیلی خوشحالیم. خسرو پسر بسیار خوبیه. از تو خوبتر هیچ کس نیست. بابا جون
میخوام یه چیزی بهت بگم. میخوام باهات صحبت کنم. خیلی چیزا هست که باید بهت بگم. چی میخوای بگم؟ اشک شوق بهترین اشکاست. من میفهمم. تو باید از این کارهای بچه کنت دست برداری. تو دختر بزرگی شدی. بیا پایین یه چیزی بخور که شکم خالی سر امتحان نری. بعدم پیدا شد. الان میگه دختره رو ندیدی؟ اون دختره رو امروز ندیدی؟ نگفتم نه. خواهش میکنم اگه دیدیش شاگرده تو بفرست که منو خبر بکنه. من تو کافیتریای دانشگاه هستم. هلی خب بابا باشه. من از خرش رو درآورده عکاسبی افتادیم. دم به ساعت طراق دختر رو ازمون میگیره که خودشم نمیدونه کیه. معذرت میخوام، شما پروین خانم هستیم. ببینی خانم، من تمام روز دنبال شما میگردم، همه جا رو زیر پا گذاشتم. به خاطر شما منو کلانتری بردن. من مطالب دفترچه‌تون رو خوندم. دفترچه؟ کجاست؟ اسم من همایونه، نویسنده مجله زن روز هستم. دفترچه‌تون پروین منه. من میخوام با شما صحبت کنم. آقا، خواهش میکنم مزاحم من نشین. من نمیخوام مزاحم شما بشم خانم. شما نباید خودتون از بین ببرید. این کار درست. من میدونم شما میخواین به همین زودی ها تصمیمتون رو عملی کنید. من دفترچه‌ای گم نکردم. چی؟ شما که الان از من پرسیدین دفترچه کجاست؟ شما اشتباه گرفتی. من میخوام به شما کمک کنم خانم. ولی بهترین کمک شما اینه که دنبال من نیفتی. من خیال بدی ندارم. آخه حیفه. ببینی این گرفتاری ها رو میشه عاقلانه حل کرد. من درد شما رو خوب میفهمم. ولی خودکشی علاج درد شما نیست. یه دفعه گفتم من دفترچه‌ای گم نکردم و اگه بیشتر از این مزاحم من بشین پلیس صدا میکنم. صدا کنین، من به کلانتری عادت کردم. من اصلا نمیفهمم شما از چی صحبت میکنین. من شما رو نمیشناسم، دفترچه‌ای هم گم نکردم. خیلی خوب، متاسفم. ولی خانم پروین، اینم بدونین که اگه امشب دختری خودکشی کنه و معلوم بشه شما بودین، فردا تمام مطالب کتابچه رو در مجله چاپ میکنم. پر واضحه که پدرتون با خوندن اونا عکس العمل شدیدی نشون میده. اون وقت نه تنها پوکی و حماقت عمل شما ثابت میشه، بلکه باعث خنده خیلی‌ها من جمله خودم خواهد شد.
من برای اونا. باز که تو داری فکر میکنی، راستی فردا برات وقت گرفتم با دیوونه ها ملاقات کنی، شاید بتونی داستان جالبی بنویسی. میای یا نه؟ نمیدونم. از دو حال خارج نیست، یا اون دختر خودش بوده یا اینکه دو مرتبه عوضی گرفتیش. به هر حال از دست تو که دیگه کاری ساخته نیست. فعلا برو داستان تو با همون نامه امشب دختری میمیرد تموم کن. از یه دکتر بعیده که اینطوری فکر کنه. از یه نویسندم بعیده که اینطوری علافه یه دختر بشه. بانگه ما قسم خوردیم به اشخاصی که میخوان زنده بمونن کمک کنه. من میرم یه تلفن بزنم. الان میام. بله مسعود، منم همایون. چه خبر؟ ببین، راجب خودکشی دختری به اسم پروین به دفتر مجله خبری نرسیده؟ هنوز نه، ولی امشب یکی داشتیم. یه پیرزن. اگه خبری شد به من تلفن بزن، من میرم خونه. قربونت. بسیار خوب، خداحافظ. اون طرف رو خانم، اون ساخته اون دسته خیلی مرد. خب چیکار کردی؟ امروز چنگ سر زدم برای داستانه بعدیتون یه مش مطلب نو گیره بردم. وقتی پشت سرم کردم براتون میرم. اگه مثل دفعه من کار بدی کردم که شما را عوضی گرفتم. به راستی اون کسی که دنبالش میگشتیم پیدا کردیم؟ نه، دیگه برام مهم نیست. چی مهم نیست؟ مقصودم اینه که دیگه دنبالش نیستم. لابا تا حالا خودشو از بین برده، از اون گذاشته. خیال دارم مضمون کتابچه رو چاپ کنم. چاپ کنی؟ بله، با همون اسامی که در کتابچه هستن. با سردبیر مجله صحبت کردم، خیلی استقبال کرد. یه پاداش حسابی هم به این وعده داد. پاداش؟ پس بعد کتابچه جالبی باشه. خود کتابچه رو چیکار می‌کنی؟ بعد از چاپ داستان، کتابچه دیگه ارزشی نداره. تقریبا داستان رو تنظیم کردم. فکر می‌کنم امشب دیگه باید تموم بشه. خب، خیلی خوشحال شدم که دوباره شما رو دیدم. من باید برم دانشگاه. کار دارم. صبر کنین. ببخشید، منظورم اینه که می‌خواستم راجع به جریان دیروز ازتون بازم معذرت بخوام. گفتم که مهم نیست. بله. ناراحت نباشید. ببینم اگه
مقصودم اینه که منم میرم همون طرف و میتونم شما رو برسونم. بسیار خوب، متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. دلم میخواست اون کتابچه رو میدیدم. دو سه روز دیگه تمام مطالبش تو مجله میخونه، حتی بعضی از صفحات کتابچه هم عینم چاپ میشه. ایوا، ممکنه اون دختره هنوز زنده باشه. اگه شما این کارو بکنین باعث آبروریزی اون و فامیلش میشه. فکر نمیکنم مضمون کتابچه واقعیت داشته باشه، ممکنه خیال بافی و یا داستان پردازی باشه. یعنی چی؟ شما همیشه داستانهای خودتون راجع به بیچاره ها تنساسین که زندگی اونا رو تحت فشار گذاشته. خودکشی راه حل مشکلات نیست. شما تا حالا عاشق شدین؟ اگه بشم به خاطر عشق خودمو نمیکشم. فکر میکنی خودکشی یه نوع دیوونگیه؟ دیوونگی خودش یه نوع زندگیه، ولی خودکشی نابودی. من که فرقی نمیبینم. چطور فرقی نمیبینی؟ من فکر میکنم علت این که پروین میخواد خودکشی کنه به خاطر اینه که زندگی براش دیگه ارزشی نداره. شما از کجا میدونی؟ شما خودتون راجع به پروین و منظورم اینه که راجع به پروین و کتابچش خیلی صحبت کردین. شاید پروین احساس میکنه مجبوره که این کار رو انجام بده. آدم مجبور نیست هر عمل احمقانه ای رو اجباراً انجام بده. مقصودتون چی؟ خودکشی پروین عمل احمقانه ایه به دو دلیل. اول اینکه خودکشی اون دردی رو دوا نمیکنه، چون پدرش بالاخره به راز اون پی میبره. دومی که اگه خودکشی به خاطر عشق به پسر عموشه احمقانه و بچگانه است، چون در این دوره و زمونه دیگه کسی به خاطر عشق خودکشی نمیکنه. میتونم اون کتابچه رو ببینم؟ نمیخواین پاورقی رو قبل از اینکه چاپ بشه ببینیم؟ چرا؟ فردا صبح به این دفتر مجله. خب دیگه من باید برم. شمارم میرسونم. نه متشکرم، خودم میام. بسیار خوب، پس من فردا میام دفترتون. شما پروین خانم هستین؟ بله. آقای همایون یه کار فوری داشتن، رفتن به دانشگاه، گفتن این کاغذ رو بدم به شما. معذرت میخوام، باید میرفتم دانشگاه. ساعت 3 بعد از ظهر مقابل دانشکده علوم انسانی منتظر شما. همایون. همسایه ها سوال کنه، یادت نره. گوش نکنی. باشی سلام. سلام. خیلی وقت اینجا منتظری؟ همچی زیادم نه. بفرمی. این همون پاورقیه؟ بله. چاپ میشه؟ دو سه روز دیگه.
کتابچه کجاست؟ من میتونم ببینمش. یادم رفت با خودم بیارم. ببینم شما برای این کار چقدر پاداش میگیرید؟ والا نمیدونم، هر داستانی یه نوع پاداش داره، ولی در این مورد دقیقا نمیتونم بگم. انشالله که موفق باشین. من خیال میکنم بهتره تیتر این پاورقی رو بذارین خودکشی و پاداش. خودکشی و خریت مثل این که بهتره، ولی نمیتونم باور کنم که خودکشی یه دختر بدبخت به پاداش گرفتن یه نویسنده منتهی بشه. چه ارتباط وحشتناکی. اوه عصبانی نشید، باید قبول کرد همه جور ارتباط در این دنیا وجود داره. میدونید من فقط دلم از این میسوزه که نتونستم ارتباطی با پروین کتابچه برقرار کنم. آه چی کار میتونستیم بکنیم؟ شاید میتونستم منصرفش کنم. البته شاید. شما فکر میکنین کار دیگه غیر از این از من ساخته است؟ نمیدونم. دنیا انقدرام پوچ و تو خالی نیست که بین مرگ و زندگی فرقی نباشه. من خیال میکنم خودکشی یه نوع خیانته، یه نوع از زیر بار مسئولیت در رفتنه. خیانت به کی؟ شاید به نسل آینده. خب دیگه من باید برم. خدا فکر نمی کنم دیگه شما رو ببینم. چرا؟ ما تازه با هم آشنا شدیم. نه دیگه، شما پاورقیتون تموم شده و چاپ میشه، پاداشم که میگیرین، کتابچرم که نمیخوایم به من نشون بدین. پس دیگه من کتابچرو میدم به شما. مثل اینکه شما به این دفترچه خیلی علاقه مندی. آه پس کی به هم میدین؟ هر وقت که بخوای، فردا. برای اولین بار میخواست درد به من بگه، با من صحبت کنه، ولی یهو عقب کشید. نمیدونم چی فکر کرد، چطور شد. من نمیفهمم چرا انقدر سعی میکنه انکار کنه. از تو میترسه، به اطمینان نداره. از چی میترسه؟ از این میترسه که تو اسرارش فاش کنی، به موقعیت پدرش که کاندید زندگی اقتصادی شده لطمه بزنی. پدرش باید زندگی کاملا آبرومندی داشته باشه، از اون تیپاست که مجبور طوری رفتار کنه. حالا میدونی اون کیه؟ نه نمیخواستم بهش بگم که جاسوس عقبش فرستادم. اگه بدونه به نفع توه. میخواستم ناراحتیشو بیشتر کنم. مثل اینکه ازش خوشت میاد. اون فقط برای من موضوع. گوش کن بکرد، مامسی خودم با فیروزه و عروسی دخترم با برادر زادم، اینا مهمترین برنامه زندگی ماست. کجا هستم؟ تهران هم. بله همینجا الان میام. تصمیم گرفتیم همه در یک شب عروسی کنیم. اینطور نیست عزیزم؟ هرچی شما بگی. خانم شما راجب شوهر آیندتون و نماینده اقتصادی ما چی فکر میکنیم؟ احساس خوشبختی عجیبی میکنم. آتیه بسیار خوب و یک عشق همیشگی. البته اینم یه نوع موفقیته. بله. آه پروین دختر من، خسرو نامزد پروین. معذرت میخوام، اسم شما رو فراموش کردم. همایون. دخترم این آقایون مشغول تهیه رپورتاج از من هستن. پروین خانم شما راجع به پدرتون چی فکر میکنیم؟ فکر میکنم که اون بهترین از بهترین کاندیده هاست. اگه همه اینطور فکر میکردن که خوب بود. متاسفانه یک رأی در اینجا بیشتر نیست. یک رأی؟ من و خسرو هم اینجا هستیم. میبینین آقای همایون، من و خسرو رو به حساب نیاوردن. مقصود من اینه که کاندیدای اقتصادی ما پدر خوبی هست. اوه بهترین پدر دنیاست، فوق‌العاده است. شما راجع به پدرزن آیندتون چی فکر میکنید؟ ما گذشته از قوم و خویشی با هم دیگه خیلی دوست هستیم. البته نزدیکتر هم خواهیم شد. بله بله. البته بعد از این دو عروسی رابطه شما و فیروزه خانم تا
رابطه خیلی جالبی میشه. مقصودم اینه که شما میشین ببینم چی میشین؟ آه بله، شوهر دختر شوهر فیروزه خانم. راجع به مادر زن آیندهتون چی فکر میکنی؟ زن بسیار خوبیه، مقصودم مادر زن، نمیدونم چی بگم، مادر زن یا زنمون یا یه چیز دیگه، به هر حال مادر زن مادر زنه دیگه. فرقی نمی کنه. ممکنه چند تا عکس از شما و خانم بگیم؟ اوه بله البته، بفرمایید. بیا فیروزه جان، بیا. شما آدم خوشبختی هستین؟ بله، خیال میکنم. شما چطور؟ هستین؟ چرا نباشم؟ مثل اینکه بلد نیستین دروغ بگیم. مقصودم اینه که شما طوری صحبت میکنین که انگار مطمئن نیستین. شما هم طوری صحبت میکنین مثل اینکه منظوری دارین. شما فکر میکنین که خوشبختی در عروسیه؟ اگه تو هم با عشق باشه بله. اگه عشق نباشه چی؟ اگه سوالات شما انقدر خصوصی نباشه چی؟ بهتر نیست؟ معذرت میخوام، کنجکاوی حرفه‌ای بعضی مواقع باعث نراحتی میشه. محسن، یه عکس فامیلی از همه، یک کم از پروین خانم و نامزدشون بگیر. عجب فامیل شاد و خوشبختی هستن. خیلی. ببخشید، ممکنه آدرس منزل آقای همایون رو به من بدی؟ این یارو رو تو میشناختی؟ نه اصلا. خیلی خوب. بس هیچی، میخواستم ببینم کی رپورتاج رو چاپ میکنم. مثل اینکه اون تو رو میشناخت. خیال نمی کنم. اگه چیزی باشه من تحتوشو در میارم. ۱۵۰۰ تومان پولی که براتون آوردم، فقط میخواستم ازتون خواهش بکنم که اون پاورقی رو چاپ نکنی. تو دروغ بلدی بگی؟ بازم پول میارم، قول میدم. دروغ نمیگم، باور کنی. بیا تو. نه. چرا؟ مگه تو پاورقی رو نمیخوای؟ من میخوام پاورقی رو از شما بگیرم با پول. با پول نمیتونی بگیری. گذشته از اون، برای تو چه فرقی میکنه؟ تو که میخوای خودتو بکشی. بیا تو.
معذرت میخوام. من نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. راجب زندگی تو و فامیلت خیلی فکر کردم. بهترین راه حل هوشیار کردن ذهن پدرت. چطوری؟ ما حرف معمولی هم نمیتونیم با هم بزنیم. اون اصلا به حرف من گوش نمیده. این خیلی ساده است. همش تقصیر منه، تقصیر منه. من نباید تو رو وارد زندگی خودم میکردم. گوش کن، مهم نیست، مهم اینه که تو اینجایی. وقتی که دیر کردی فکر کردم دیگه تو رو از دست دادم. خسرو به بابام گفت که من دیشب پیش تو بودم. بابا قدغن کرده که من از خونه بیرون برم. حتی از فیروزه خواسته که بیاد خونه ما مراقب کارای من باشه. امروزم با یه مکافاتی اومدم بیرون. خسرو و رفیقش دنبال من هستن. هر جا رفتم نتونستم از دستشون خلاص بشم. الانم همین جهان باید بریم از اینجا. بیا بریم. از چی میترسی؟ بریم پیداش میکنیم. من یه حساب خورده با خسرو دارم. نه نه، خواهش میکنم. نه همایون. خیلی خوب، بریم.
مثل سقف آسمون میمونه. سقف آسمون از این امارت بلندترم هست؟ میدونم، ساختمان آلومینیوم. چند وقت پیش یه دختری خودشو از اون بالا پرت کرد پایین. به چی فکر میکنی؟ میترسم. از چی میترسم؟ من حس میکنم به زودی اتفاق بعدی تو فامیل ما میفته. هیچ اتفاقی نمیفته، ناراحت نباش. همایون، اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ تو چقدر خوبی؟ من حتی از خوبی تو هم میترسم. نه، من اونقدرم که تو فکر میکنی خوب نیستم. من نمیخوام فقط با تو دوست باشم. چرا؟ نمیدونم، مثل این که همه با هم دوستم، ولی هیچ کس به هیچ کس نزدیک نیست. اینجا چقدر آرومه، مثل این که درخت ها به ما نگاه میکنن، چیزایی میدونن ولی ساکتن. همایون، من دیگه نمیخوام برگردم به اون خونه. از حقیقت نمیشه فرار کرد. چرا؟ ما فرار کردیم. ولی باید برگردیم. حالا که با تو هم دیگه از هیچی نمیترسم. اینجا دنیای دیگه ای. تو دنیای دیگه ای هستی، تو رو تمام چیزا تأثیر میذاری. من میدونم که تنها نیستم، تو رو دارم. تو زندگی من فقط تویی. تو دیگه هیچ وقت تنها نمیمونی. پس موقعی که میگی دوستم داری، پشت تو به هم نمی کنی؟ نه، هیچ وقت. کاغذ رو با خط خودت بنویس بفرست دفتر پدرت. من میترسم اگه این کاغذ به دستش برسه یه بلایی سر خسرو و فیروزه بیاره. تو بابامو نمیشناسی، یهو عصبانی میشه، نمیدونی چی کار میکنه. این کاغذ تو اداره بهش میرسه، تا موقعی که به خونه بیاد دربارش فکر میکنه، از حالت عصبانیت بیرون میاد. فکر میکنی چی کار بکنه؟ لابد خسرو و فیروزه رو از خونه میندازه بیرون.
آقای کنی بفرمایید اینجا. بله قربان، این داستان نباید منتشر. چرا؟ شما جمعش کنیم بعدم بهت بگم. معذرت میخوام، باید سردبیر دست بدم قربان. خیلی خوب. بیرو. تو چه مربوطه؟ روی منو بردی، تو با حیثیت خانوادگیمون بازی کردی. اون یارو یه دقیقه اومد اینجا، بعد خانم دوید رفت دنبالش، شبم رفت خونش. تو خجالت نمیکشی؟ حرف بزن، چرا لار شدی دختره هرزه؟ من از اون نامزدت خجالت میکشم. من اگه جای اون بودم یه دقیقم توی خونه نمیموندم. تو لیاقت یه زندگی آبرومند رو نداری. کار میکردی؟ حسابشو رسیدم.
گر دارم شکایت تو هم گر نبخشی کجا گویم حکایت خدایا که عشقی چنین پاک در آب و گل من سرشتی مرا طاقتی در وفا ده مرا کیم چنین مست و شیلا به راه محبت تو کردی دلی با صفا ای خدا ده ساعت ده و نیم شد، نیومد. ممکنه یه جا گیر کرده باشه. داستانت چاپ شد؟ آره. منتشر میشه؟ نه، هیچ وقت. پس دیگه داستان نیست، حقیقته. تو خیلی حرف میزنی. تو بی خود این کتاب چرا بهش دادی؟ چرا؟ حالا دیگه مانعی برای خودکشیش نیست. تمام سعی اون این بوده که کتابچه و پاورقی رو از دست تو در بیاره. پروین خانم هستن؟ نه. نمیدونین کجا رفتم؟ دوشیزه پروین تهرانی در کلیه دروس خود مردود شده است. اینا دیگه چی؟
من میرم، تو هم بعد بیا. جمشید چی شده؟ تو حالت خوبه؟ بیروز خانم، جمشید خان، بیروز خانم، پروین، بیروز خانم، مثل بچه خودم بزرگ کردم. این بود دستمزد من، پسره ی بیشون. نه، یه سیر تو دستمو میکشی. نه، شکست آفت. پس فطرت، پس فطرت نمک بحروم میکشمت. پس فطرت میکشمت، میکشمت. متشکرم. یاد داشت کنید فشار خون پنج، نبضش نه. بابا باش حرف بذارم دکتر، من باید باش صحبت کنم. بهتره آروم باشید، شما ممکنه مزاحمش بشید. نه دکتر، من فقط میخوام اینجا باشم، پهلوش باشم. پس باید آروم باشید. خیلی خوب، قول میدم. من فقط میخوام پهلوش بشینم. ما ممکنه هر لحظه برای عمل جراحی حاضرش بکنیم. خب من میرم بیرون، هر موقع شما بگیم من میرم بیرون. خب بگیم، بفرمی. بفرمی. بابا جون، منم پروین. صدای منو میشنوی؟ تقصیر من بود، منو ببخش. همش تقصیر من بود. من نباید اون کاغذو برات مینوشتم. دخترت ببخش. من بدم، تو خوبی، من تو رو خیلی دوست دارم. نمیدونم چی کار بکنم. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، منو ببخش. بله خونریزی مغزیه. بله هنوز زنده است. دکتر میگه عملش خیلی خطرناکه. احتمال زنده موندنش زیاده. بله، خواهش میکنم. ما باید برای عمل حاضر شما کنیم. گناه از من بود، منو ببخش. خواهش میکنم خانم. خیلی آروم، آروم.
خانم فیروزن. خیلی متشکرم. واقعا منم با ایشون کار داشتم. گفت به کسی مربوط نیست کجا میرم. میرم قبرستون، هر جا دلم بخواد میرم. رو سقف آسمون. سقف آسمون. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. نزدیک بیای خودمو پرت میکنم. دیگه فایده ای نداره. منو ببخش. نه، من نمیتونم. ببین، تقصیر من بود. من نباید اون کاغذو مینوشتم. من اون کاغذو نوشتم. تقصیر تو نبود. گناه از من بود. تو نباید این کارو بکنی. تو نباید این کارو بکنی پروین. همایون، من تو رو خیلی دوست دارم، ولی دیگه دیر شده. چی دیر شده؟ تو اگه بری منم از بین میرم. تو به من قول دادی گریه نکن. نه، نمیتونم. بعضی ها میگن گریه خوبه. کی میگه؟ مادرم میگه. چطور شد؟ هیچی دیگه. چند روز بعد از این که پدرم خودشو کشت، اونم از قصه مرد. من هیچ مادرم یادم نیست. وقتی به دنیا اومدم مرد. پروین، به من نگاه کن. نه، نمیتونم. حالا که پشت من به تو نیست، میگم دوستت دارم و بهت نگاه میکنم. تو هم به من نگاه کن، برگرد. منم تو رو دوست دارم. ببین، این آخر دنیا نیست. ما هم دیگر رو دوست داریم. ما باید برای هم زنده بمونیم. به تنهایی هیچ کدوم ما نمیتونیم زندگی کنیم. پدرت به تو احتیاج داره. من با دکتر صحبت کردم. شانس خوب شدنش خیلیه. تو باید از اون مواظبت بکنی. منم میخوام از تو نگهداری بکنم و تنهات نذارم. این انصاف نیست که ماها رو ناامید بکنی.